سلام، محمد براتی هستم، زنبوردار و عضوی از مجموعه آهوتا. آیا عسل قند خون را افزایش میده؟ آیا عسل طبیعی باعث چاقی میشه؟ سوالاتی که اغلب پرسیده میشه، اما نه توسط افراد مبتلا به دیابت. پزشکان دیگر درمانگر به این افراد میگن که عسل حاوی قنده، پس دیگه جای سوال نداره. اما با این حال مطالعات نشون دادن که مصرف عسل استرس متابولیک رو کاهش میده، بنابراین باعث کاهش ریسک ابتلا به بسیاری از بیماری ها و مشکلات مرتبط با سندروم متابولیک از جمله چاقی، دیابت و بیماری های قلبی و عروقی میشه. قند دشمن درجه یک انسانه و همه این رو میدونن. ماده خوشمزه که یک فرد نمیتونه مصرف اون رو به طور کامل رها کنه و نباید همین کار رو بکنه. 50 سال قبل همزمان با پیشرفت تکنولوژی و تغییرات عمده در سبک زندگی ما، برخی بیماری های نوین ظهور پیدا کردن. افسردگی، آلرژی ها، سوء جذب مواد غذایی، مقاومت در برابر انسولین، سندروم متابولیک، دیابت، سرطان و غیره. مواردی که باعث آغاز شیوع این بیماری ها شد، استرس و تغییر در عادات غذایی هستند. استرس مبنای تمام اختلالات انسانه. ثابت شده که داشتن یک زندگی کاملا آرام و یک رژیم غذایی تقریبا عاری از همه چی به غیر از سوپ گزنه میتونه باعث طول عمر تا 90 سال بشه. امروزه ما برای ادامه زندگی و آمادگی داشتن در برابر مشکلات، چه در منزل و چه در محل کار یا در ترافیک، باید تحت استرس زندگی کنیم. مطالعات ثابت کردند که استرس عامل اساسی اکثر بیماری هاست. تغییر در عادات غذایی 50 سال قبل، یعنی تقریبا اواسط دهه 1960 و زمانی اتفاق افتاد که پزشکان مشخص کردند که کلسترول و غذا خوردن بیش از حد مسئول بیماری های قلبی عروقی هستند. به دلیل وجود این ارتباط آشکار، غذاهای کم چرب یا بدون چربی به عادات غذایی مطلوب عموم تبدیل شدند. افزودن شکر به غذا و نتایج وحشتناک اون. تولید کنندگان غذاهای فراوری شده یاد گرفتن که چگونه میتونن غذاهای کم چرب یا بدون چربی رو خوشمزه کنن. افزودن شکر یا HFCS، یعنی شیره ذرت با فروکتوز بالا به غذاها. از این میان HFCS به دلیل شیرین تر و ارزان تر بودن نسبت به شکر معمولی، نسبت به شکر ارجحیت پیدا کرد و این غذا ظاهراً گزینه سالم‌تری نسبت به غذاهای دیگه بود. شاید قابل توجه باشه که بگیم تو ایالات متحده قیمت شکر 2 تا 3 برابر بیشتر از سایر نقاط جهانه. اما نتایج این کار بسیار وحشتناک بود. مصرف بالای ساکاروز با ابتلا به چاقی، دیابت، مقاومت در برابر انسولین، سندروم متابولیک و مسائل مربوط به اون همراه بود. سپس مشخص شد که افراد از طریق چربی خوردن چاق نمیشن، بلکه مصرف زیاد قند انسان رو چاق میکنه. مردم که از دست پزشکان و راه حل‌های غیر واقعی اونها که مردم رو بیمارتر کرده بود خسته شده بودن، به رژیم‌های گیاهخواری و خامخواری روی آوردن و حتی برخی افراد گیاهانی رو مصرف می‌کردند که خودشون پرورش داده بودند تا اطمینان حاصل کنند که غذای طبیعی و ارگانیک مصرف می‌کنند. آیا عسل هم مثل مواد قندی دیگر است؟ خیر، اما عسل حاوی مقدار زیادی قنده، بیش از 25 نوع قند که اکثر اونها نیز جزو قندهای چند بخشی هستند. در حالی که قند خوراکی تنها یک نوع قنده، عسل خام معمولی حاوی 38% فروکتوز، 31% گلوکوز و 31% باقی مانده از انواع مختلف دیگر قند هاست. تفاوت عسل با قند خوراکی یا شیره ذرت، یعنی همون HFCS چیه؟ قند خوراکی از 50% فروکتوز و 50% گلوکوز تشکیل شده. HFCS یا شیره ذرت با فروکتوز بالا، علارغم نام خودش، تنها داره 55% فروکتوز و 45%
گلوکوز هست و در تولید نوشابه ها مورد استفاده قرار میگیره. همونطور که مشاهده میکنید تفاوت بین این دو نوع قند زیاد نیست. نوع دیگه از HFCS شامل 42% فروکتوز و 53% گلوکوزی که در تولید آبجو، غذاهای فراوری شده، صبحانه های دارای غلات و محصولات پخته شده مورد استفاده قرار میگیره. قند خوراکی و HFCS به دلیل دارا بودن مقادیر مشابه فروکتوز و گلوکوز دارای اثرات مشابهی بر روی شکل بدن و چاقی هستند. هر دو این قندها در صورت استفاده بیش از حد به یک اندازه مضر هستند. اما عسل یک فرآورده‌ی طبیعیه. اونچه که ما رو به توجه بیشتر به عسل وادار میکنه نه فقط 38% فروکتوز و 31% گلوکوز اونه، بلکه تمام باقی اجزای تشکیل دهنده اونه. انواع دیگه قندها، آنزیمها، پلیفنولها، آمینو اسیدها، پروتئینها، مواد معدنی و عناصر کم مقدار دیگه، ویتامینها، مواد مغذی گیاهی، ترکیبات ناپایدار و بسیار مواد دیگه که تاکنون شناسایی نشدن. فروکتوز زمانی که با رژیم‌های غذایی با میزان کالری مشابه جایگزین میشه باعث افزایش وزن نمیشه. اونچه که بد به نظر میرسه ترکیب غذاهای پرکالری و سطح بالای فروکتوز تصویر شده هست. بسیاری از افراد غذاهای شیرین میخورن و غذاها شکر اضافه میکنن و نوشیدنی‌های شیرین مصرف میکنن که این امر مجموع میزان انرژی دریافتی اونها را افزایش میده. این موضوع با توجه به اینکه یک فرد تا چه حد فعاله ممکنه به اختلالات کبدی و افزایش وزن منجر بشه. جذابترین ویژگی تأثیر مثبت مصرف عسل بر میزان قند خون اینه که به نظر میرسه این کار برای افراد مسن‌تر یا افرادی که به دلیل انسولین بالا ناتوانی بالایی در دریافت گلوکوز دارن بهتر و سازگارتره. این ویژگی میتونه برای افراد با سنین بالا یا افراد با وابستگی بالا به دارو جهت کنترل میزان انسولین خون خبر بسیار خوبی باشه. عسل شفا بخشه، اما به تنهایی یک دارو نیست. عسل مثل یک قرص جادویی نیست و نمیتونه پس از یک عمر عادات غذایی اشتباه و نادرست در این واحد شما رو درمان کنه. اما مصرف منظم اون میتونه برخی از شاخصهای دیابت رو معکوس کنه و درمان بسیاری از بیماری های شما باشه. عسل میتونه به مرور زمان سطح قند خون و HbA1c رو کاهش بده. همچنین میتونه به کاهش تریگلیسیریدها و کلسترول خون کمک کنه. این ماده غذایی همچنین میتونه عملکرد سیستم ایمنی رو ارتقا بده و در صورتی که قبل از خواب یک قاشق چایخوری از اون رو بخورید به دلیل تأمین سوخت مغز و تضمین مقدار گلیکوژن مورد نیاز برای اون در طول شب خواب سالم شما رو تسهیل و تضمین کنه. اگه به دنبال درمان فوری هستین تنها جابجایی قند مصرفی با عسل کمکی به شما نمیکنه. از همه مهمتر عسل نوعی پیشگیری کننده است. کودکان باید مقادیر اضافی قند اصلاح شده و HFCS موجود درون غذاها رو از سبد غذایی خودشون حذف و اونها رو با عسل جایگزین کنند. انجام این کار و کاهش ریسک ابتلا به برخی بیماری‌های متابولیک هنوز هم برای میلیون‌ها جوان و افراد میانسال دیر نیست. عسل ماده غذایی بسیار خوبیه، اما مصرف زیاد اون مثل هر ماده دیگه‌ای برای بدن ضرر داره. درسته که هر شخص نمیتونه بیش از یک حد مشخص غذا بخوره، اما دوز صحیح عسل برای ما به اضافه سایر میوه‌ها، به اضافه نوشیدنی‌های شیرین، به اضافه غذاهای شیرین فراوری شده، به اضافه کربوهیدرات‌های رایج یعنی نون، برنج، سیب زمینی به معنای مصرف بیش از حد انواع قنده. مصرف بیش از حد فروکتوز یکی از دلایل اصلی مقاومت در برابر انسولین، چاقی، فشار خون بالا، بیماری‌های قلبی عروقی، بیماری‌های کبد، سرطان، آرتروز و سایر بیماری‌هاست. فروکتوز تنها از طریق عسل یا میوه‌ها به بدن ما نمی‌رسه. خوردن مقادیر زیاد غذاهای شیرین به مقدار بیش از حد نیاز برای تأمین انرژی بدن ممکنه باعث ایجاد فشار بر عملکرد کبد بشه.
در آخر آیا عسل طبیعی باعث چاقی و افزایش قند خون میشه؟ همونطور که گفته شد در طی زمان عسل طبیعی میتونه سطوح قند خون رو کاهش بده، همچنین میتونه به کاهش تریگلیسیریدها و کلسترول خون کمک کنه. حتی در بسیاری از موارد مصرف عسل طبیعی میتونه باعث کاهش وزن و لاغری بشه. اما مسئله اینجاست که آیا عسل‌های مورد استفاده اکثر مردم طبیعیه؟ آزمایش‌ها که چنین چیزی رو نشون نمیده. مصرف عسل طبیعی برای سلامتی انسان بسیار موثره و توصیه میشه به طور منظم استفاده بشه. تنها خطر درباره اون برای چاقی و قند خون استفاده از بیش از حد از عسل میتونه برای شما مشکلات زیادی به وجود بیاره. پس عسل طبیعی و خام رو به اندازه مصرف کنید. خواص عسل طبیعی بسیار بیشتر از چیزی که فکر میکنید. پس با اضافه کردن اون به رژیم غذاییتون از فواید اون بهره مند بشید. دقت کنید تمام مواردی که درباره خواص عسل اینجا گفته شد مربوط به عسل خام و طبیعی هست. اگر نمیدونید عسل خام چیه، ویدیوی مربوط به همین موضوع رو در وبسایت آهوتا مشاهده کنید. همچنین اگر به دنبال عسل طبیعی هستید میتونید از طریق فروشگاه عسل آهوتا اون رو تهیه کنید. شما چه نظری درباره تأثیر عسل بر چاقی و افزایش قند خون دارید؟ به نظرتون مصرف عسل طبیعی باعث چاقی میشه؟ لطفاً نظرتون رو در قسمت دیدگاه ها با ما در میون بذارید و اگر این ویدیو برای شما مفید بوده اون رو در جاهای دیگه مثل شبکه‌های اجتماعی به اشتراک بذارید. شاد باشید و تندرست. خدا نگهدار.